راحیل قسمت 16. نیما پرسید رانندگی بلدی؟ رامین که تازه به آنها نزدیک شده بود گفت چه کسی؟ نیما اشارهی به راحیل کرد. راحیل گفت بلدم و رامین اضافه کرد بله در فرانسه در 17 سالگی گواهینامه گرفته. نادر با خنده گفت البته بعد از 3-4 سال رانندگی. رامین به صورت متعجب نیما خندید و گفت 3-4 سال که نه، کمی کمتر، مثلا 2-3 ماه کمتر. با این حرف رامین هر سه خنده را سر دادند. راحیل پیاده شد و گفت چرا میخندین؟ الان که با ماشین راه افتادم خنده تون یادتون میرود. نادر گفت بی راننده؟ همه در کمال ناباوری دیدند که ماشین حرکت کرد. پونه پشت فرمون بود. در راه بستنی فروشی که البته از نظر اکثریت به خاطر سردی نسبی هوا مناسب نبود، خنده از لبان راحیل و پونه دور نمی شد. پشت میز بستنی فروشی آقایان خرج خود را سوا کردند و جدا نشستند. خانم جهانگیری صورت غذا را جلوی پروین گذاشت و گفت بهتر بود جوان ها سر یک میز می نشستند. آقای جهانگیری پاسخ داد عزیزم می دانم دلت برایم تنگ شده و اینها بهانه است، وگرنه ما هم هنوز جوونیم. راحیل با شیطنت جواب داد البته انسان باید دلش جوان باشد، اما دلتنگی آقای جهانگیری از نگاه غمگینش پیداست. شرم حضور مانع به زبان آوردن آن می شود. شلیک خنده به آسمان رفت. رامین بعد از یک خنده مفصل رو به نیما کرد و گفت همنشینی با خانواده شما باعث شده راحیل روحیه شادش را دوباره به دست بیاورد. همه شما به خصوص پونه تأثیر عمیقی روی او داشته اید. با روحیه بدی که راحیل پیدا کرده بود همه ما نگرانش بودیم. نیما که چیزی سر در نیاورده بود منتظر توضیحات بیشتری بود. نادر با ناراحتی اضافه کرد راستش بعد از فوت مادر ما هیچ کدام حال درستی نداشتیم، اما وضع راحیل از همه بدتر بود. دهان نیما از تعجب باز ماند. بعد از فوت مادر؟ رامین جواب داد بله، ما حدود 1.5 سال قبل در فرانسه مادرمان را از دست دادیم. دود از کله نیما بلند شد. با نگاهش به دنبال راحیل گشت و او را خندان یافت. باور نمی کرد دختری به این شادابی غمی چنین بزرگ در سینه داشته باشد. پس با این حساب سمیرا مادر آنها نبود. هزاران سال مختلف در مغزش شکل گرفت که برای همه آنها دنبال جواب میگشت. دوباره به طرف راحیل برگشت و برای یک لحظه نگاهش به نگاه او افتاد و این بار غم کهنه ای را در نگاهش احساس کرد. با صدای پدر به خود آمد. نیما کجایی؟ گارسون منتظر سفارشه. نیما دست از سر افکارش کشید و جواب سوالهایش را به بعد ملکول کرد. سفارش یک فنجان قهوه داد و مشغول صحبت با آقای نفیسی شد. برای لحظه‌ای دوباره به یاد راحیل افتاد. شخصیت راحیل برایش جالب‌تر شده. Thank you.
تصمیم گرفت برای یافتن پاسخهای بیشماری که در ذهن داشت در فرصتی مناسب مستقیماً با راحیل صحبت کند. اما قبلش لازم بود از مادر و بقیه کمی اطلاعات کسب کند. در طول مدتی که راحیل بستنی می‌خورد، از سنگینی نگاه‌های نیما معذب بود. به هر طرف که نگاه می‌کرد، حس می‌کرد نیما با کنجکاوی براندازش می‌کند. آخر دل به دریا زد و یک لحظه به طرف نیما برگشت. نگاهشان که در هم گره خورد لرزید، اما این بار تعجب نکرد، بلکه هیجان نفسش را بریده بود و قدرت برگرفتن نگاهش را نداشت. گویی نیروی مغناطیسی از نگاه نیما در سراسر وجودش نفوذ می‌کرد و آرام آرام به قلبش می‌رسید. به زحمت نگاهش را برگرفت و به خیابان چشم دوخت. تا آخر شب که از هم جدا شدن، هرگز جرأت نکرد با نیما صحبت کند و هرگاه با او روبرو می شد به سرعت خود را کنار می کشید. نیما چند بار در رخت خواب غلط زد. هر کاری می کرد خوابش نمی برد. نگاه راحیل در آخرین لحظه که از هم جدا می شدن خواب را از چشمانش ربوده بود. او در تمام طول تحصیل، چه در ایران و چه در آمریکا، چشمانش را به روی مسائل جانبی زندگی بسته و فقط درس خوانده بود. او اهداف بلندی داشت و می دانست که برای رسیدن به آنها باید از همه چیز چشم بپوشد. کم کم به این رفتار خو گرفته و به اطراف بی‌اعتنا شده بود. حالا با دیدن راحیل از خودش تعجب می‌کرد که چرا افکارش اسیر دختر جوانی شده که وقت زیادی از آشنایی با او نمی‌گذرد. احساس می‌کرد صحبت‌های خانواده‌اش در این مورد بی‌تأثیر نبودند. حالا هم با شنیدن بیمادری راحیل سوالهایش صد چندان شده بودند. آرام از جا بلند شد و با احتیاط، طوری که کسی را از خواب بیدار نکند، به حیاط رفت. چراغهای رنگی باغچه فضای دلانگیزی را به وجود آورده بود. باغچه از دو طرف تراس با شیب ملایمی به وسط حیاط ختم شده بود و کمی دورتر از آن حوض مرمری با فواره‌ای کوچک خودنمایی می‌کرد. باغچه‌ها پر بودند از برگ‌های سبز که مثل سنگ فرشی زمینه باغچه را پر از سبزی کرده بود. بقیه باغچه تقریباً بدون گل بود، اما می شد فهمید که در بهار چه منظره بدیعی را به وجود می آورد. هرچند منظره پاییزی آن هم بسیار زیبا بود. به یاد جواب مادر افتاد که در پاسخ سؤال نیما گفته بود: پایان قسمت 16.